افغانستان اوضاعش خودش بر ما ذهنیت ایجاد کرد. خود امی آزادی زنا که تا چی حد در افغانستان آزادی دارن، این خودش بر ما ذهنیت ایجاد کرد که تا ما اینمو تک تیم ایجاد کرد. اسم ما سحر و ما گرافتی آرتست هستیم. ما سبک تخیلی است و تصاویر از خانما را بر روی دیوارا نقاشی میکنیم و سبک تخیلی و کوشش میکنیم افکار اونا را به تصویر بکشیم، افکار زیبایشان و هر چیزی که در ذهنشان میگرده و از جامعه امروز آزادیشان ازشان گرفته شده. ما میخواییم در این تصاویر محو خشونت علیه زنان را بیان کنیم. این یکی از کارهای ماست که با وجود از اینکه یک خطه هم کار شده بدون کدام رنگ، خودش مفهوم خود را بیان میکنه. مثلا امی سرش با گلاب پوشانده شده، یعنی این امی افکارش ما به گل تشبیه کردیم. نقاشی های اول که ما کار میکردیم در سطح مکاتب بود و آهسته آهسته کار ما بیشتر شد، تیم ما بزرگتر شده. آزادی فکری یعنی اونا نمیتونن هر افکارشان و هر فکری که در ذهنشان میگرده او را بخواین بر مردم بیان کنن، بخواین که اون را به تصویر بکشن. هر چیزی که در ذهن اونا ایجاد میشه نمیتونن را به تصویر بکشن. و ما در نقاشی های ما بیشتر رنگای را استفاده میکنیم که بیانگر شخصیت خانما و هر رنگی که چون از خود مفهوم داره بیانگر امی آزادی خانما باشه. مثلا ما از رنگ آبی بیشتر استفاده میکنیم، شیرچای گلابی و اینا رنگ هایی که مثلا خانما دوست دارن و اون بیانگر شخصیت خود خانما است. این حق فردی و حق آزادی یک خانم است و او حق انتخاب داره. هر طور که دلش میخواه میتونه زندگی کنه، میتونه که معجب مثلا با حجاب زندگی کنه، با چادر زندگی کنه و میتونه که بدون چادر زندگی کنه. و می کرکترهای ما بیشترش بدون چادر است چون این حق آزادی زنا است و میتونن امی رقم که دلشان میخواه اما تو بدون چادر و آزاد زندگی کنه. در جامعه امروزی ارزش بر زنها کم است و ما هم یک تیم با هم یک جای شدیم تا این همی ارزش را بر زنها زیاد کنیم، جرات را برشان ایجاد کنیم که اونا بتانند هر افکارشان، هر چیزی که در ذهنشان میگرده بتانند و مردم براحتی بیان کنند.